سلام علیکم، با ویژه برنامه لیگ قهرمانان اروپا 2023-2024 از کانال زون فوتبال. حالا داستان چی هست؟ داستان اینه که ما یک ویژه برنامه داشتیم واسه جام ملت‌های آسیا سال 2023 به اسم جام ملت‌ها، لینکش همین بالا میاد، میتونید کلیک کنید و ببینید که هر هفته مسابقات همون هفته رو بررسی میکنیم و همونطور که میدونید قبل از اون یه سری ویژه برنامه داشتیم واسه مسابقات فوتبالی 5 لیگ معتبر اروپایی به همراه لیگ قهرمانان اروپا، آسیا و لیگ اروپا. اما حالا داستان متفاوته. لیگ قهرمانان اروپا حسابی تمرکز داره و از این به بعد قراره یک ویژه برنامه به اسم ویژه برنامه لیگ قهرمانان اروپا برای اینکه هر مسابقه توی هر مرحله از لیگ قهرمانان اروپا که برگزار میشه رو پوشش بدیم داشته باشیم و این اولین اپیزودشه به عنوان اپیزود 1/8 نهایی. برو بریم. حالا اینجا چیزی بگم، به خاطر این ما برای مرحله گروهی این ویژه برنامه رو نذاشتیم به خاطر اینکه یکم تعداد بازی زیاد میشد و تقریبا مشخص بود که چه تیم‌هایی صعود می‌کنه، اما از مرحله 1/8 نهایی مسابقات خیلی جذاب‌تر میشه. بریم شروع کنیم با اولین مسابقه. رئال مادرید لایپزیگ با نتیجه 1-0 به نفع رئال مادرید که در 24 بهمن به عنوان بازی رفت برگزار شد. اگر بخوای همینطوری نگاه کنی می‌بینی که بازی خیلی مهمی نیست و به نظر رئال مادرید میتونه لایپزیگ رو توی این مرحله حذف کنه، اما خب به خاطر اینکه رئال مادرید دیگه قهرمان چندین ساله و دیرینه لیگ قهرمانان اروپا است، بازیشو یکم ویژه‌تر میریم جلو. لایپزیگ با سیستم 4-4-2 وارد بازی شد و پیتر گلاشی درون دروازه ایستاد. دیوید رام، ویلی اورن، لوکاس کلاسمن، محمد سیماکان، جاوی سیموز، ژار اشلایگر، بنجامین هامخرس، دنی اولمو، نیکوما اوپندا و بنجامین سسکو بازیکن‌های استارتر لایپزیگ برای این مسابقه حساس بودند. اما رئال مادرید به عنوان حریف لایپزیگ توی این مرحله با سیستم 4-4-2 وارد بازی شد و آنرلونین درن دروازه ایستاده بود. دنی کارواخال، ناچو فرناندز، اورلیان شوامنی، فرلان مندی، تونی کروس، ادوارد کاماوینگا، ابراهیم دیاز، فدریکو والورده، رودریگو و وینیسیوس جونیور بازیکن‌های کارلو آنجلوتی برای این مسابقه بودند. اما از اتفاقات مسابقه بگم که در دقیقه 2 بنجامین سسکو دروازه رئال رو باز میکنه. بله رئالی عزیز، دروازتون در دقیقه 2 باز شد، اما وی آر به دادتون رسید و گل قبول نشد. این بازی میگذره تا اینکه در دقیقه 48 ابراهیم دیاز روی پاس گل دنیل کارواخال بازی رو 1-0 به نفع رئال میکنه و تا آخر بازی هم همین نتیجه حفظ میشه و در نهایت بازی با همین نتیجه به پایان میرسه و بازی رفت و رئال مادرید 1-0 میبره. اما بازی بعدی که به عنوان بازی که توی 24 بهمن ماه انجام شده بود میرسه به بازی کوپنهاگن و منچستر سیتی که منچستر سیتی با نتیجه 3-3 کوپنهاگن رو میبره توی بازی رفت، جایی که لاتسیو با بایرن مونیخ رفتن به مساف همدیگه و لاتسیو تونست شاخ گول رو بشکن و 1-0 فعلا با بایرن مونیخ رو شکست بده و لاتسیو این بازی رو با سیستم 4-3-3 شروع کرده بود و ایوان پرادولی درون دروازه بود. آنسیو رومانیولی، ماریو گیل، آدام ماروسیچ، اتسی هیسای، لویز آلبرتو، ننیو کالاتلی، متو گوندوزی، فیلیپ هندرسون، چیرو ایموبیله و گوستاو ایزاکسن بازیکن‌های استارتر لاتسیو برای مسابقه سخت بودند. بایرن مونیخ هم با سیستمش متفاوت 4-2-3-1 مانوئل نویر درون دروازه، کیم مینجا، رافائل گوئر رو، دایو اوپامکانو، نصیر ارمزراوی، جوش فاکیمیش، دون گورسکا، توماس مولر، جمال موسیالا، لرویسون و هری کین بازیکن‌های استارتر بایرن مونیخ برای مسابقه بودن. اما جونم از اتفاقات مسابقه براتون بگی که قبل از اینکه این بازی بخواد گلی ببینه کارت قرمز دید. در دقیقه 67 دایو اوپامکانو اخراج میشه و در دنبالش چیرو ایموبیله از روی نقطه پنالتی گلی رو به ثمر کنه، اما در نهایت این بازی با همین نتیجه 1-0 به پایان میرسه و به الان اینطوری لاتسیو صعود کرد به مرحله بعدی. اما خب باید ببینیم که توی بازی برگشت چه اتفاقی میفته. فعلا اما بازی بعدی باز هم 25 بهمن و پاریس سن ژرمن رئال سوسییداد با نتیجه 2-0 به نفع پاریس سن ژرمن توی بازی رفت فعلا و با توجه به حمله و ضد حمله برای همین از این بازی میگذریم. اما بازی بعدی میره 1 اسفند آینتوون دورتموند مواجه 1-1 مساوی و فعلا برنده مرحله بعدی دورتمونده به خاطر امتیاز میزبانی و اون زمینی که میدونید ماجراشو دیگه، و از این بازی هم میگذره به خاطر اینکه نتیجه مساوی بوده و دو تیم تقریبا خیلی
بازی جذابی رو ارائه نکردن. اما بازی بعدی که 1 بهمن برگزار شد، اینتر اتلتیکو مادرید، یکی از بازی جذابی که حتما توی بازی برگشت جذابتر میشه، اما با نتیجه 1-0 فعلا به نفع اینتر به پایان رسیده و اینتریا خوشحالن که صعود کردن به مرحله بعدی. اما بریم ببینیم چه خبر بوده. اینتر این بازی رو 3-5 شروع کرد و یان زومر در دروازه بود. استافین دیفرای، بنجامین پاوارد، آلساندرو باستونی، فدریکو دیمارکو، هنریک مختاریان، هاکان چانهلوغلو، نیکولا وارلا، ماتئو دارمیان، مارکوس تورام و لوتارو مارتینز بازیکن‌هایی بودند که برای مسابقه فراخوانده شدند که برن توی زمین. اما در طرف مقابل اتلتیکو مادرید سیستمش متفاوت بود. 5-3-2 و یان اوبلاک در دروازه بود. اکسل ویکسل، خوزه ماریا خیمنز، ماریو هرموسو، ساموئل لینو، نافال میلو، رودریگو دیپاول، کوکه، سال نیگز، مارکوس گرانته و آنتوان گریزمان بازیکن‌هایی بودند که رفتن توی زمین برای جدال با بازیکن‌های اینتر میلان. از اتفاقات بازی براتون بگم که در دقیقه 79 جایی که همه ریخته بودن روی دروازه اتلتیکو مادرید، بالاخره تونست مارکو آرناتوویچ گل برتری اینتر رو به ثمر برسونه و بعد از اون همه کش و قوسی که این بازی داشت و پرموقعیت بود و جذاب بود تا دلتون بخواد، بالاخره گل بزنه و اینتر رو 1-0 جلو بندازه و با همین نتیجه هم بازی به پایان میرسه و اتلتیکو مادرید نتونست کار خاص رو از پیش ببره تا بازی برگشت. ببینیم چه اتفاقی میفته. اما دوتا بازی آخر مرحله 1/8 نهایی دوتا از جذاب باشن. قبل از اینکه بریم سراغش، به نظرتون واسه این ویژه برنامه هم یه بخش دانستنی و فان بذاریم که اتفاقات جذاب یا خنده‌دار توی بازی‌ها و البته دانستنی که مربوط میشه به لیگ قهرمانان اروپا رو بیان کنیم؟ اگر آره و میخواید که تقریبا مثل ویژه برنامه جام ملت‌های آسیا باشه، اول بهتون یه نگاه بندازید که ببینید اون ویژه برنامه چطوریه و چه بخشایی داره، بعد بیاید اینجا یه کامنت برام بذارید که آیا میخواید این شکلی باشه یا کلن چی دوست دارید اضافه بشه بهش. حتما کامنت کنید. تا اینجا هم که اومدید یه ساب بندازید پای این چنل، این لایک هم بکنید. دمتون گرم. از این دوتا بازی جذاب اول شروع میکنیم با ناپولی و بارسلونا که 2 اسفند برگزار شد، یعنی همین دیروز. بریم سراغش. ناپولی این بازی 4-3 شروع کرد و الکس مرت در مورد دروازه بود. جان زسوس، امین رحمانی، جوانی لورنزو، ماتیاس اولیویرا، جین کاسوشنز، استیلیانو دوبتکا، آندران گیسا، اویچا خوارس خشیا، ویکتور اوسیمن و ماتئو پولیتانو. در طرف مقابل بارسلونا با سیستم 4-3-3 بازی رو شروع کرد و مارک آندر تراشتگن به دستور جاوی هرناندز در ترکیب اصلی برای سنگربانی انتخاب شده بود. رونالد لاراوخو، اینگو مارتینز، جو کانسلو، ژول کونده، فرانک دیونگ، آلدرس کریستنسن در پست متفاوت، ایکای گوندوغان، روبرت لواندوفسکی، پدری در پست متفاوت و لامیه یامال بازیکن‌های بارسلونا بودند که جاوی برای مبارزه با ناپولی فراخونده بود. اما این بازی جذاب که برای اولین بار جاوی بالاخره تونست بعد از اون همه افت و خیز بارسلونا برسونه بارسلونا رو به مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا، در دقیقه 60 بارسا جلو میفته. رابرت لواندوفسکی روی پاس گل پدری گل اول بارسا رو به زیبایی به ثمر میرسونه. اما طول نمیکشه تا یه رو بعدش ویکتور اوسیمن گل مساوی رو بزنه. ویکتور اوسیمن روی پاس گل آندر انگسیا گل مساوی رو میزنه. 1-1 بازی فعلا به اتمام رسیده و مشخص نیست که توی بازی برگشت چه کسی میره مرحله بعدی، ولی فعلا بارسلونا به خاطر همون امتیاز میزبانی و زمین و این جور چیزا رفته مرحله بعدی. منظورم از امتیاز میزبانی اینه که بارسلونا تونسته توی خونه حریف گل بزنه. اما بازی آخر به عنوان بازی آخر مرحله 1/8 نهایی 2 اسفند برگزار شد، ساعت 11:30 مصادف با بازی بارسلونا ناپولی که توش پورتو و آرسنال به مصاف همدیگه رفتن و پورتوی که مهدی طارمی رو نداره به خاطر مصدومیت. این بازی در نهایت با نتیجه 1-0 نفع پورتو به پایان رسید و فعلا آرسنال بازنده است توی این مرحله و باید خدافظی کنه با لیگ قهرمانان. پورتو با سیستم 4-2-3 وارد بازی شد و دیگو کاستا درون دروازه بود. وندل، پپه، اوتاویو، ژو ماریو، نیکولا گونزالز، آلان وارلا، وندرسون گالنو، پپه، یه پپه دیگه منظورم، دو تا پپه دارن، جیکو کنسانسیو و وندرسون گالنو، اولیوانسون بازیکن‌های استارتر پورتو برای این مسابقه بودند. در طرف مقابل آرسنال هم سیستم 4-3-3 وارد بازی شد و داوید رویا درون دروازه بود. ویلیام سالیبا، گابریل ماکلاش، یاکوب کویرو، بن وایت، مارتین اودگارد، دکلن رایس، لئوناردو تروسا، کای هاورتس، گابریل مارتینلی و بویکو ساکا بازیکن‌های آرسنال برای این مسابقه بودند.
این مسابقه جذاب و در کنارش پر اختار که کارت زرد خیلی بالایی داشتیم، در دقیقه 94 خیلی خیلی دیر هنگام گلش رو میبینه. وندرسون گالنو روی پاس گل اوتاویو تونست گل برتری رو در وقت اضافه به ثمر برسونه و میشه گفت زمانی که دیگه همه مطمئن بودن دیگه دارن میرن خونهشون و این بازی 0-0 تموم شده و شاید خیلی هم ورزشگاه رو ترک کرده بودن، پورتو شوک میده و آرسنال رو نابود میکنه توی بازی رفت. حالا بعد ببینیم که بازی برگشت چه اتفاقی میفته. همونطور که ازتون نظر خواستم فعلا توی این اپیزود خبری از بخش فان لیگ قهرمانان اروپا یا همچین بخشی نیست و فقط پرداختیم به بازی‌ها. خیلی متشکرم که تا انتهای ویدیو همراه بودید. حتما اون کامنت رو واسم بذارید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. خیلی متشکرم. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار. راستی اگر ویدیو رو که دارید می‌بینید یاد ویدیوی زون فوتبال افتادید، یعنی سری ویدیوهای زون فوتبال رو سراغش می‌گیرید، نگران نباشید. حتما میاریم توی برنامه هفتگی و به خاطر شما ملت‌های سیمو فشردگیش متاسفانه مجبور شدم که بذارمش کنار و برای جبران اون بازیایی که نتونستیم پوشش بدیم حتما یه برنامه دارم و مطمئن باشید میاد توی برنامه هفتگی. اصلا نگرانش نباشید. مرسی که تا انتها بودید. مرسی که تا انتها تماشا کردین. دمتون خیلی گرمه. لایک، کامنت، سابسکرایب کانال تو فراموش نشه. خیلی من دلگرم میکنه به کارم. اگر دوست داشتین واسه دوستاتونم بفرستین. پرچمتون خیلی بالاست. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.